یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. خدمت مولا و سرورم آقا بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدم الفدا، شهادت مظلومانه جد بزرگوارشون آقا امام موسی کاظم علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم، همچنین خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام بعد از سلام و عرض ادب تسلیت عرض میکنم، شهادت هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، هفتمین امام معصوم آقا امام موسی کاظم علیه السلام رو، شهادت مظلومانه امامی که بازه زیادی از عمر شریف و دوران امامت خودشون رو در زندان‌های تاریک خلفای جور عباسی سپری کردند. خدا هرچه سریع‌تر تعجیل در فرج مولا و سرورمون قرار بده تا به دستان مبارک حضرت انتقامی سخت از قاتلان و غاصبان حق اهل بیت اصل و طهارت گرفته بشه. افتخار داریم با برنامه سرزمین عشق یک بار دیگه در خدمت شما خوبان باشیم و از کربلای معلا انشاءالله عطر و بوی این مکان مقدس رو برای شما به ارمغان بیاریم. همچون شبهای گذشته امشب هم در خدمت کارشناس عزیز و ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین مؤیدی هستیم و با اجازه شما بینندگان عزیز خدمت این استاد گرانقدر عرض سلام و ادب خواهم داشت تا به همراه ایشون یک برنامه دیگر رو تقدیم شما خوبان کنیم. حاجی مؤیدی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عظم الله اجورنا و اجورکم. سلام علیکم خدمت شما و بنده هم عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت آقا امام زمان علیه السلام، مصیبتشون به شهادت جد بزرگوارشون آقا موسی بن جعفر علیه السلام، همچنین به آقا سید الشهدا علیه السلام که در محضر حضرت هستیم، شهادت فرزندشان و خدمت دوستان و عزیزان و محبان اهل بیت عصمت و طهارت و خدمت حضرت عالی. خدا حفظتون کنه ان شاء الله. همچون شب‌ها گذشته امشب هم زائر آقای امام حسین علیه السلام باشیم و بعد در خدمت بینندگان عزیز. یا بفرمایید. یا حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. همونطور که مستحضر هستید، خب این شبها و با شروع برنامه سرزمین عشق بالاخص در اون بازه‌ای که در خدمت حجای مؤیدی
هستیم. شب‌های گذشته رو اختصاص می‌دادیم به بحث مبعث و رسالت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و این روند معمول برنامه سرزمین عشق در این شب‌ها بود. خب امشب شب شهادت مظلومانه آقا امام کاظم علیه السلام هست و حقیقتاً این امام مظلوم اگرچه تمامی ائمه اطهار، تمامی معصومین علیهم السلام حقیقتاً مظلوم هستند، چون مقام و منزلت این بزرگواران به هیچ وجه و در هیچ مجلسی به معنای کامل و به نحوه اتم و اکمل شناخته نخواهد شد و این عذر تقصیر داریم حقیقتاً خدمت ذوات مقدس ائمه اطهار علیهم السلام که واقعا توانایی بیان و حتی درک کنه معرفت اونها رو نداریم. از این بابت امشب رو با اجازه شما بینندگان عزیز و انشالله اجازه کارشناس عزیز و ارجمند اختصاص خواهیم داد به این امام همام آقا امام کاظم علیه السلام و آنچه حول و پیرامون این امام بزرگوار انشالله شنیدنی است و گفتنی است و باید شیعیان بدانند تا به امید خدا به این ترتیب باز هم نزد خدای عزوجل قرب و منزلتی بیابیم، چرا که اعتقاد داریم هنگامی که آیه وابتغوا الیه الوسیله رو میخونیم بهترین وسیله ها برای رسیدن به خدای عزوجل معرفت اهل بیت عصمت و طهارت است. حاجی مایدین شما در خدمتتون هستیم و استفاده میکنیم از بیانات ارزشمند دست داریم. سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن علی اعدائهم مجمعین الى یوم الدین. چون مناسبت شهادت آقا موسی بن جعفر علیه السلام هست، همونطور که فرمودید ما بحث امشب رو انشاءالله اختصاص میدیم به زندگی آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه. از باب این که معمولا در این مجالس، مجالسی که راجع به شخصیتی منعقد میشود، خب ابتدای کار یک روال معمول دارد و آن بیان یک شرح حال مختصر از زندگانی آن شخصیت که مورد توجه ما باشد آقا موسی بن جعفر علیه السلام هست بیان می شود. سپس وارد بحث می شویم و زندگی حضرت آقا موسی بن جعفر علیه السلام در روز هفتم ماه صفر، هفتم ماه صفر از سال 128 از هجرت در منطقه به نام ابواء به دنیا آمدند. این تاریخ هم تاریخ معروف هست و الا تاریخ دیگری هم در ولادت آقا امام کاظم علیه السلام نقل شده غیر از ماه صفر. در منطقه به نام ابواء حضرت دیده به جهان گشودند. ابواء منطقه است بین مکه و مدینه، 170 کیلومتری مدینه و 200 کیلومتری به نظرم اگر در تاریخ که در جغرافی که بیان شده از لحاظ تعیین این سرزمین 200 کیلومتری مکه و سال 183 از هجرت هم در بغداد حضرت به شکل فجیع و غریبانه‌ای به شهادت رسیدند، مسموماً به دست هارون عباسی علیه اللعنه و سوء العذاب. پدر بزرگوارشون آقای امام مصدق علیه السلام هستند که غنی از تعریف هستند و نیازمند تعریف بنده نیستند. بینندگان آشنایی کامل انشاءالله دارند با این شخصیت. مادر بزرگوارشون بانوی مجلله به نام حمیده مصفات، مصفات از ارجاس که همونطور که در روایت آمده و ادناس، ایشان خانومی از سرزمین مغرب یا اندلس هستند که حضرت ایشان رو به همسری انتخاب کردند، یعنی کنیز بودند، سپس حضرت به همسری انتخاب کردند. حضرت حمیده هم همین بس در مقام و جایگاهشان که آقا امام صادق علیه السلام نسبت به این شخصیت والا مقام که مادر حجت خدا هستند فرمودند که حمیده مصفات من الادناس کسبی کت الذهب، همانند اون شمش طلایی که
عاری هست از شوائب زوائد و خالص هست، حضرت حمیده مصفات مادر امام کاظم علیه السلام از پلیدی ها به دور هستند. مازالت الاملاک تحرسها حتی ادیت الی، ملائکه نگهبان حمیده بودند تا به دست من رسیدن و نزد من آمدند. و این کرامتی است از جانب خداوند متعال برای من امام صادق و فرزندم موسی بن جعفر که حضرت حمیده میشوند مادر ایشان. در احوال ایشان باز مطالب متعددی بیان شده، به همین اندازه ما بسنده میکنیم. از لحاظ تاریخی که حضرت در زمان چه کسانی از خلفای جور زندگی میکردن هم برای ما قرائت و خواندن این زمان خاص، ظرف زمانی خاص هم بسیار ارزشمنده. یکی از زمانهای بسیار سخت و اوائل تشکیل حکومت بن العباس شروع شد و ولادت آقا موسی بن جعفر علیه السلام بوده و نتیجتاً تا منتهی می شود به شهادت حضرت در زمان هارون عباسی. 5 نفر از این خلفا رو حضرت معاصرت نمودند، برخی از اینها رو در زمان امامتشون و برخی هم در زمان امامت پدر بزرگوارشون. مدت امامت آقا موسی بن جعفر علیه السلام هم 35 سال بوده است، یعنی حضرت تقریباً از بین چند امامی که بیشترین مدت امامت رو در طی کردن و سپری کردن، حضرت تقریبا همشون مثل آقا امام صادق علیه السلام، آقا امام به نظر امام هادی علیه السلام، اینا زمان امامتشان 34-35 سال بوده. همچنین آقا امام موسی کاظم علیه السلام با زمان امامتشان 35 سال بوده است. خب اما خب مقداری از این زمان امامت رو حضرت در زندان ها سپری نمودن که یک بازه زمانی زیادی هم بوده. 5 نفر از خلفای جور عرض کردم، حضرت با اینها معاصرت داشتند، همزمان بودند. عبدالله صفاح، منصور دوانیقی، مهدی عباسی و هادی عباسی، موسای عباسی و هارون عباسی، لعنت الله علیه مجمعین. اینها کسانی بودند که متاسفانه حق اهل بیت را غصب کردند، هرچند به شعار یال ثارات الحسین و خونخواهی نسبت به خون آقا ابی عبدالله علیه السلام، اینا شعارشون ابو مسلم خراسانی این بوده آمدند، اما خب شعار مطابقت نمی کرد با عمل و روی کردی که بعد از آن اینها اتخاذ کردند، چه بسا حتی بیشتر از بنی امیه به نحو دیگری اینها ظلم به اهل بیت رو روا داشتند، تا جایی که اون شاعر میگفت که خلاصه ای کاش ظلم بنی مروان میماند اما عدل بنی عباس رو برای ما برمغان نمی آورد. خب گویا از اون ظلم و از اون شدتی و قساوتی که زمان بن عباس مخصوصا بر امامان شیعه و دوستداران و محبان و شیعیان حضرات معصومین علیهم السلام ما در تاریخ متعدد و فراوان داریم و میبینیم. نسبت به زمان، حالا این یک معرفی اجمالی بوده، نسبت به زمان زندگی آقا امام کاظم علیه السلام، ما اگر بخواسته باشیم از یک جنبه و یک نگاه خاصی به این زمان نگاه کنیم، میبینیم که امامتشان همزمان شد و چه بسا حتی از بعد از امامت حضرت با برخی از فرقه هایی که تشکیل شدند. یعنی امام موسی کاظم علیه السلام محور بودند زمان امام کاظم علیه السلام، یک خورده قبل از امامت حضرت یا شروع امامت حضرت، در زمان امامت حضرت و بعد از امامت حضرت یک زمان خاصی بوده که شیعیان متفرق شدند و برخی از دسته ها اینها قائل به تعدد فرق از بعد از امام صادق علیه السلام شدند تا بعد از خود آقا موسی بن جعفر علیه السلام. ما میتونیم این رو در مسئله فرزند امام صادق علیه السلام اسماعیل ببینیم که متاسفانه تا به امروز هم فرقه اسماعیلی و اتباع این فرقه با حالا اون
انشعاباتی که دارند باز در این زمان میبینیم اینها قائل به امامت امامت اسماعیل ابن امام صادق علیه السلام، فرزند امام کاظم علیه السلام شدن و فرزند امام صادق علیه السلام شدند و یک تقابلی بین اینها و امامت امام کاظم علیه السلام شد. حالی که اسماعیل قبل از شهادت امام صادق، خود آقای امام صادق از دنیا رفت، بله بله، و بارها آقای امام صادق فرمودند کردند که بله بله، خودشون حاضر بودند در ماجرای کفن و دفنش، بله بله، و نوشتند و فرمودند که ان اسماعیل یشهد ان لا اله الا الله. چند نفر شاهد گرفتند که ببینید آیا اسماعیل از دنیا رفته، همه شهادت دادند. اما اینها یک کارهایی بود که حضرت می‌خواستند مبادا برای کسی حجتی یا بهانه‌ای باشد، دستاویزی باشد برای کسی که خلاصه قائل به امامت اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام بشه. با اینکه اسماعیل جایگاهش خوب بوده، انسان والا مقام بوده، اما خب متاسفانه کسانی که منشعب شدن از امامت به امام کاظم علیه السلام و قائل شدن به امامت اسماعیل، متاسفانه اینها این رویه رو اتخاذ نمودند و این زمان رو ما می‌بینیم تقابل با امامت امام کاظم علیه السلام. یک فرقه دیگر از فرزندان باز خود امام صادق علیه السلام به نام فتحیه، اینها منشعب شدند و قائل به امامت امام کاظم علیه السلام نشدند. حالا فتحیه رو برخی نسبت میدن به عبدالله ابن امام صادق که میگن که این رئیس و بنیانگذار این فرقه بوده، یا برخی نسبت میدن به شخصی به نام عبدالله ابن فتیح که بعدها آمد قائل شد به امامت عبدالله ابن امام صادق علیه السلام. افتح هم به این شخص میگن، افتح، عبدالله افتح فرزند امام صادق علیه السلام، چون کف پایش صاف بوده است، مقعر نبوده، صاف که باشد میگن افتح یا پهن بوده، برخی به این کیفیت هم گفتن. لذا اینها هم یک عده منشعب شدن در حالی که اینا البته منقرض شدن، اسماعیلی هستند اما فتحیه منقرض شدن. باز فرقه دیگری هم که ما بعدها میبینیم کسانی که قائل شدن به امامت خود امام صادق علیه السلام و دیگه قائل نشدن به امامت امام کاظم به نام ناووسیه، اینها گفتن امام صادق علیه السلام همون مهدی موعود هست، یا مردند سپس زنده می شوند، یا غائب شدند از دید مردم و بعدها ظاهر می شوند. اینها هم منقرض شدند الحمدلله و وجودی از اینها در خارج، در عیان خارج نیست، در جهان خارج. یک، اینها فرزندان امام صادق بودند، اسماعیل و عبدالله. یکی دیگه هم از فرزندان امام صادق علیه السلام وجود داشت، اما خب این شخص بسیار شخصیت والا مقامی داشت و شخصیت والا مقامی بوده و قائل به این مقالات نشده، نه برای خودش، بلکه خودش را همانند یک برده در امامان معصوم علیه السلام عرضه می داشته. علی ابن جعفر، معروف به علی ابن جعفر عریضی یا عریضی، حالا که در زبان فارسی به این کیفیت میگن، این شخص از فرزندان امام صادق و از کوچکترین فرزندان امام صادق، ظاهرا میگن کوچکترین فرزندان امام صادق علیه السلام علی ابن جعفر است که تا زمان امام جواد الائمه علیه السلام هم زنده بوده، در حالی که محاسن سفید ریش بلندی یک شیخ کبیری بوده از لحاظ سن و عمر و درک کرده امام جواد علیه السلام رو و خودش رو عرضه میداشته، خود را همانند یک برده و بنده به محضر امام جواد علیه السلام میرسانده و استفاده مینموده. خب اینها فرزند بودند، برخی خب چون قدح کردند و مذمت عبدالله افتح رو بیان کردند، این هم یکی از فرزندان علی ابن جعفر، فرزندان امام صادق به نام علی ابن جعفر عریضی. خب اینا رو ما در زمان خود امام موسی ابن جعفر امام کاظم علیه السلام میبینیم، کسانی که قائل شدن به امامت یا امام صادق و دیگه بعدش امام کاظم علیه السلام وجود نداره، قائل به امامت نبودن، که ناووسیان و منقرض شدن، یا اسماعیلیه یا فتحیه.
و یا فرقه ای که متاسفانه یکی از فتنه های بزرگ در زمان امامت امامان معصوم و انشعاب و دستگی وسیعی در بین شیعیان انجام دادن، فرقه واقفیه بودند. اینها هم بعد از امامت امام کاظم علیه السلام که متاسفانه منشعب شدن، قائل به امامت امام رضا علیه السلام نشدن. در حالی که ما حالا روایتش انشاءالله اگر فرصت شد خواهیم خواند، نسبت به رؤوس و بنیانگذاران این فرقه واقفیه که لعن صریحشون نسبت به اینها از جانب معصومین و امامان معصومین علیه السلام وارد شده است. برگردیم به زمان خود آقا امام کاظم علیه السلام و روی کرده که خلفای جور نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت داشتند و این جدایی مردم رو از امامان معصوم رو خط مشی اساسی خودشون قلمداد می کردن و به آن عمل می کردن. خب خیلی ما در روایات داریم، خیلی در تاریخ هم بیان شده کلماتی که از اینها بین خودشون رد و بدل شده. اگر امر رو واگذار کنیم به این اهل بیت، این خاندان دیگه کسی خریدار ما نیست، باید همیشه زور اعمال شود در این خاندان، مبادا این خاندان شیعیان به یک مقامی پستی برسند. خب ممانعتی که می کردن تمام در تاریخ بیان شده است. من خیلی در این مسئله حالا نمیخوام وارد بشم، اما مسئله‌ای که برای ما مهم است نسبت به خود زندگی امام کاظم علیه السلام. میدونیم خب یک زمان خاصی رو حضرت در زندان‌ها سپری کردن. بله. برخی از 4 سال بیان کردن، 7 سال هم بیان کردن، حالا برخی هم حالا خیلی مستند شاید نباشد تا 14 سال هم بیان شده و ذکر شده که حضرت در زندان‌ها بودن. الله. از زندان عیسی بن جعفر، از زندان فضل بن ربیع منتقل میشدن از بصره. بله. جای الله. دیگر کوفه و بغداد، فضل ابن یحیی و آخرین زندان، زندان شخصی ملعون به نام سندی ابن شاهک لعنت الله علیه. الله. اما خب اینا کاری که میخواستن انجام بدن خلفای جور، به ظاهر میخواستن یک بهانه بتراشن، دستاویز داشته باشن، مردم رو خلاصه یک حالا سناریوی به قول امروزی ها نمایشی اجرا کنن که خلاصه به این بهانه ما آقا موسی بن جعفر علیه السلام رو به زندان انداختیم، به این بهانه از مدینه خارج کردیم. من به یاد دارم عبیدالله ابن زیاد، خدا عذابش رو زیاد کنه، وقتی که با حضرت مسلم موسی بن عقیل سفیر آقا ابی عبدالله علیه السلام برخورد کرد و در تقابل گرفت در اون قصر اماره، به حضرت مسلم جسارت کرد حالا بماند و گفت که لقد شققت عسل مسلمین، تو دو دستگی ایجاد کردی و وحدت مسلمانان رو متفرق کردی، اینا وحدتشون به هم زدی. حضرت مسلم خب شخصیتی والا مقام، بزرگ شده خاندان و تربیت شده این خاندان، داماد امیرالمومنین، پسر عقیل هست، بزرگ شده است به نتیجه با آسد شهدا با حسن مجتبی تربیت شده است، فرمود که انما شق عصا المسلمین انت و ابوک من قبل، آن کسی که شق عصای مسلمین کرد هم خودت بودی و قبل از تو پدرت زیاد. بح. این بهانه نزد مسلم مسلم عقیل خیلی رنگ و لعابی ندارد. خب خداوند عالم به تمام امور که واقف هستن. همین بهانه رو ما در ماجرای تبعید و به زندان انداختن و حصر آقا موسی بن جعفر علیه السلام میبینیم از جانب خلفای بنی العباس مثل مهدی عباسی و هارون عباسی. در زمان این دو نفر آقا امام کاظم علیه السلام به زندان انداختن. یک بار آمد مدینه منوره هارون عباسی و خطاب کرد به پیغمبر اکرم، نزد قبر شریف و روضه مبارکه حضرت منوره حضرت ایستاد و این بهانه را آورد. حالا میخواد اگر کسی مثلا خدا که جاهل نیست، ولی خدا که دیگه غافل نیست از این مسائل، عالم هست، اما خب این نمایشه. بله، تا مردم رو گول بزنه. دنیا دنیای نمایش حقیقتا. این نمایش رو اجرا کردن تا مردم رو حالا ساکت کنن، مردم رو
قانع کنم به این مسئله یا این بهانه رو بتراشم. گفت که خطاب کرد به خدمت پیغمبر اکرم و جسارت هست حقیقت ترین خطاب در محضر پیغمبر به این کیفیت. یا رسول الله انی اعتذر الیک من شیء اريد ان افعله، به شما عذر تقصیر دارم، میخوام یک کاری بکنم اما خب باید عذرخواهی کنم از این کار. یا رسول الله اريد ان احبس موسى بن جعفر، میخوام حالا کسب اجازه که علن مساد میخواد بده از پیغمبر اکرم بگیره، میخوام موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام به زندان بندازم. احبس موسی بن جعفر الله. چرا؟ فانه یرید تشتیت بین امتک و سفک دمائها. الله، چرا؟ چون موسی بن جعفر فرزند شما میخواد تفرقه بندازه در بین امت و میخواد خونریزی به پا کنه الله. و من برای جلوگیری از این تفرقه، از این تشتت، از این خونریزی مجبور هستم، عذر دیگه ای ندارم که موسی بن جعفر رو باید فرزند شما رو زندانی کنم و به زندان بندازم. مسئله دیگر هم که قلمداد شد به هارون عباسی این بود که خلاصه بهش خبر رساندن به دروغ، با اینکه خودش هم میدانه واقف هست، اما خب این هم برای خودش بهانه بود که حضرت در راه تهیه یک عده و عددی است برای جنگ و ستیز و این اسلحه و سرباز تا خرید اسلحه و تهیه سرباز و این مسائل. اینها سبب شد که امام کاظم علیه السلام، سبب زندانی کردن امام کاظم علیه السلام، یعنی تهمت کاملا واهی. بله. در حالی که از خود حضرت هم میپرسه و جاسوسانی رو میفرسته و همه خلاف این خبر رو تأیید میکنن، ولی باز هم این کار نحس و ننگین خودش رو انجام میده. یعنی اینها تمام هم و غمشان این بوده که تا میتوانند اهل بیت عصمت و طهارت رو از مردم بدور کنند. دور کنن. بله. اگر دور کردن که دیگه همون ندای شیطان که وقتی پیغمبر دیشب عرض کردیم مبعوث شدن که خلاصه وا ویلاه اگر پیغمبر مبعوث شده یک کسی منو عبادت نمی کنم، اینها هم در مسیر عبادت شیطان قدم گذاشتن و برمی داشتن، نتیجتا تمام هم و غمشون، تمام تلاش و سعیشون رو بر این مسئله گذاشتند که مردم رو خلاصه آشنا نکنند یا دور کنند از اهل بیت عصمت و طهارت. ما تا زمان امام کاظم علیه السلام تبعید فیزیکی در بین امامان نداشتیم. از امام کاظم علیه السلام شروع شد. آقا امام کاظم علیه السلام، آقا امام رضا، آقا جواد الائمه، حضرت هادی و آقا امام حسن عسکری شروع شد از زمان امامت موسی بن جعفر علیه السلام. یکی از مسائل مهمی که باید در این تقابل هم در نظر داشته باشیم بین هارون یا بین عباس به خصوص هارون و آقا موسی بن جعفر علیه السلام، حسادت هست. حسادتی که نسبت به این خاندان داشته، حسادت خلفای عباسی، نسبت خلفای عباسی نسبت به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت و بالخصوص هارون نسبت به آقا امام کاظم علیه السلام. یکی از اسباب حسادت این است که اینان فرزندان رسول خدا هستند، اما فکر جاهلی است، فکر انحراف و ایام گمراهی قبل از پیغمبر هست. پیغمبر اکرم آموزه های دینی که آوردن، اسلام آموزه هایی که داشت، بر این امر تأکید داشت که کرامت نزد خداوند متعال به نسب و حسب نیست، بلکه به تقواست. نکرمکم عند الله اتقاکم، لذا لا فضل عربین علا عجمی ولا ابیض علا اسود، هیچ فضیلتی سفید بر سیاه ندارد، عرب بر عجم ندارد، فقط به تقوا. اگر متقی باشی، تقوا داشته باشی، نزد خدا مقرب هستی و این مایه تقدم هست و تقرب هست نزد خداوند متعال. اینها متاسفانه تا به امروز هم این فکر جاهلیت رو در نزد برخی از مردم ما میبینیم. نگاه کنید، اینا کسانی بودند که در جامعه مسلمانی آمدن افکار و اون انحرافات و گمراهی های زمان جاهلیت رو به مسلمانان تزریق کردند. متاسفانه با اینکه جامعه خلیفه رسول خدا عابدن، زاهدن، نمیدونم آثار سجده بر پیشانی، حج خانه خداوند متعال، زکات میدهد، نماز میخواند، روزه میگیرد، اما در حقیقت جوهره وجودی اینها همون فکر جاهلیت است. یه عده‌ای از این خلفای بن عباس صلیب به گردن داشتن،
افرادی بودن قبل از بنی عباس، اینها با بت راز و نیاز میکردن، اینها بتشون رو هر شب زیر بالشت خودشون میذاشتن و زیر متکای خودشون میذاشتن و خلاصه با این راز و نیاز میکردن و عبادت میکردن. اما در حقیقت در ظاهر جامعه خلافت رسول خدا و این لباس مسلمانی گرگی بودن در لباس میش حقیقتا اینها اینگونه بودن. لذا یک فکر جاهلی از اینها بود و اینها هم سبب حسادت میشد. یک عرب جاهلی که آموزه های دین اسلام مخالف این هست، تا به امروز هم اسلام داره می جنگه بح. اما متاسفانه در برخی از خانواده‌هایی که ما میشناسیم و اینا به این رویکرد رو دارن که نتیجتاً این فکر جاهلیت رو فرزندان پسرها را فرزند خود می دانند و فرزند دختر را فرزند مردان دور می دانند و اینها رو فرزند خود نسل انسان نمی دانند. خب این فکر جاهلی است که فقط پسر برای انسان مایه افتخار و مایه مباهات است، اما دختر خیر. لذا زنده بگون می کردند و مسائلی که معروف است از زمان و افکار جاهلیت. شعری دارند معروف جاهلیت، بنو ابنائنا فرزندان پسر ما فرزندان خود ما هستن یا فرزندان خود ما همان فرزندان پسرهای ما هستن، اما فرزندان دختران ما دیگه فرزند ما نیستن، بلکه فرزندان مردان غریب و دور هستن، دیگه فرزند ما نیستن. اینا فسخ کردن اون علقه‌ای که بین خودشون و نسل خودشون از دختر وجود دارد. بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدی، اینها فرزندان اونا هستن مردان دور. لذا دارد چندین مرتبه از جمله هارون عباسی این مایه‌ای که از اسباب حسادتی که میشد، خلاصه اینا بنی عباس بودن، میگفتن ما هم از خاندان پیغمبر هستیم، خودشون منسوب میکردن به پیغمبر اکرم و این فخر رو مثلا از سلاله عباس عموی پیغمبر، عباس عموی پیغمبر هستن اما نه از سلاله رسول خدا هستن، نه از سلاله رسول الله. بله. لذا اینا میومدن افتخار میکردن ما از بنی هاشم هستیم، ما از پسر عموهای پیغمبر هستیم. به این کیفیت یک ماجرایی دارد، آمد خدمت آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله هارون عباسی، خواست افتخار کند در مجلس، گفت که السلام علیک یا ابن العم، سلام بر تو، درود بر تو ای پسر عمو یا رسول الله. آقا امام کاظم علیه السلام اونجا بودند، فرمودند در مجلس، خلاصه مکان نیست که خلاصه اگه شما قرار افتخار کنید به پسر عمو بودن نسبت به پیغمبر اکرم، ما فرزندان پیغمبر اکرم هستیم. آقا امام زین العابدین علیه السلام در خطبه که در شام فرمودند ایها الناس اعطینا ستا و فضلنا بسبع، یکی از اینها که ما از نسل رسول خدا هستیم و این نسل بودن از رسول خدا برای این 12 امام فضیلت. یا 11 امام این فضیلتی است. آقا امام مسلم جعفر علیه السلام اونجا فرمودن السلام علیک یا ابا یا رسول الله، سلام بر توی پدر ای رسول خدا. اینجا بود که خشم هارون عباسی گل کرد و خلاصه گفت که من چگونه خودتون رو خطاب میکنید به اینکه فرزند رسول خدا هستید، در حالی که شما از نسل فاطمه هستید، از نسل علی مرتضی هستید، از نسل خود رسول خدا نیستید و شما از لحاظ مادر به رسول خدا میرسید و از لحاظ مادر که نسل رسول خدا نیستید، فرزند دیگه اطلاق فرزند درست نیست. این همون فکر جاهلیته. آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام اینجا میفرمایند، یک جواب میدن بسیار زیبا، میفرمایند اگر رسول خدا الان برگشتن به دنیا و محشور شدن به دنیا، یعنی برگشتن به این دنیای خاکی و دخترت را از تو خواستگاری میکرد، آیا دخترت را به رسول خدا میدادی؟ به تزویج پیغمبر میدادی یا نه؟ گفت که با کمال فخر افتخار میکردم بر عرب و عجم که خلاصه من پدرزن رسول خدا هستم و رسول خدا داماد من هستم. اما امام کاظم علیه السلام فرمودن اما پیغمبر از من خواستگاری نمیکرده و منم دخترم به عقد پیغمبر دادم. گفت چرا؟ چون من پسر رسول خدا هستم و محرم هستم، لذا اینجا ثابت میشه اینکه من نسل رسول خدا هستم. پس اطلاق این که من بگم یا رسول الله السلام علیک یا رسول الله یا ابا درسته، اگر بگم خودم رو مردم بهم بگن السلام علیک یا ابن رسول الله درسته. و آیات دیگر از جمله آیه مباهله،
تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و ابناءکم. این ابناءنا یعنی چی؟ چه کسی در محضر حضرت بودن؟ آقا امام حسن و امام حسین. مگه اینا فرزند نیستن؟ خب خدا فرمود ابناءنا فرزندان حضرت فاطمه زهرا سلام الله فرزندان صدیقه کبرا فاطمه زهرا هستن، اما نص صریح آیه برای اینکه اینا فرزند رسول خدا هستن، با اینکه به ظاهر از صلب امیرالمومنین علیه السلام هستن، اما نسبت این که این دو فرزند فرزندان رسول خدا هستن، خداوند متعال مهر صحت می‌ذارد برای اینکه این بله این فرزند رسول خدا هستن. و موارد دیگر، حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند در سوره انعام آیه 84-85 و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب، مفصل حالا من بخوانم اول روایت رو، تقریبا هم 9 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، اگر بله. خلاصه هم داشته باشیم ممنون میشم ان شاء الله. حضرت به حضرت گفت که کیف قلتم ان ذریه النبی والنبی لم يعقب وانما العقب للذكر لا للانثى، چگونه میگه شما پس فرزندان رسول خدا هستید در حالی که فرزند کلام هارون هست؟ آقا موسی بن جعفر علیه السلام که چگونه میگه شما فرزندان رسول خدا هستید در حالی که عقب و نسل به فرزندان پسر میگویند، نه از منتقل میشه، نه از دختر. و انتم ولد البنت ولا يكون لها عقب، شما فرزندان دختر هستید و این نسل بهش نمیگه، عقب شخص بهش نمیگه. آقا امام کاظم علیه السلام فرمودند آیه شریفه رو تلاوت نمودند و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و كذلك نزل محسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس زکریا و یحیی و عیسی و الیاس. حضرت فرمودند عیسی پدر داشت یا نداشت؟ نداشت. از جهت مادر فرزنده فرزند محسوب می شود. فقال لیس لعیسی اب، آیا فرزند؟ قال الامام حضرت فرمان من ابو عیسی، گفت که پدری نداشت. حضرت فرمان انما الحقناه بذرار الانبیاء من طریق مریم، میگیم که عیسی از فرزندان انبیاء هستند از جهت اینکه مادرشان فرزند انبیاء هستند. كذلك الحقتنا بذرار اب النبي من قبل امنا فاطمه سلام الله عليها. و آیه مباهله هم که خواندم خدمت عزیزان، اگر ما در این دقایق پایانی که تقریبا 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت هست، بزرگوار بفرمایید خلاصه از آنچه تا به اکنون بیان شد رو داشته باشیم و بعد ان شاء الله فیضی هم ببریم از مجلس آقای مکاظم علیه السلام از زبان شما و با صدای گرم شما. بسیار ممنون، سلامت باشید. من تتمه بحث رو میذارم برای ان شاء الله فردا، باز هم شام شهادت آقا موسی بن جعفر علیه السلام و بقیه بحث رو اونجا عرضه بدارم خدمت دوستان. خلاصه از بحث اگر خواسته باشیم عرض کنیم، آقا موسی بن جعفر علیه السلام در مدینه منوره در منطقه نزدیک مدینه به نام ابوا، در منطقه به نام ابوا به دنیا آمدن. پدر بزرگوارشون آقا امام صادق، مادر ماجدهشون حضرت حمیده مصفات هستن. زمانی که زندگی کردن، معاصرت نمودن با خلفای جور بن عباس، 35 سال مدت امامتشون بوده. در این مدت با 4 نفر از خلفای بن عباس، اما در طول کل زندگی حضرت با 5 نفر از خلفای بن عباس همزمان بودن آقا موسی بن جعفر علیه السلام. و انحرافاتی و اختلافاتی که در فرز بین فرزندان آقا امام صادق علیه السلام که در تقابل شد با امامت امام کاظم علیه السلام، کسانی بودن قائل شدن به امامت اسماعیل فرزند امام صادق، قائل شدن به امامت عبدالله افتح فرزند امام صادق، کسانی قائل بودن به امامت امام صادق اما قائل به امامت امام کاظم نشدند، گفتن امام صادق اینا ناووسیه بودن، امام صادق دیگه نزد خدا رفت، همون مهدی موعود هستند. و کسانی که متاسفانه بعد از امامت امام کاظم علیه السلام دیگه قائل به امامت امام رضا نشدن و توقف نمودن بر امامت امام کاظم. خب این زمان خاص رو ما در دوربر و محیط به امامت امام کاظم علیه السلام به عیان میتونیم ببینیم. خب این نشانه از همون زمان جور و خفقانی که دوربر حضرت بوده، تعارض و تقابلی که بین آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام و خلفای جور بوده،
حضرت رو در زندان نقل های مختلف 4 زندان 5 زندان نقل کردن، منتقل می کردن و زمان مهدی عباسی و هارون عباسی و کلماتی که سبب شد و اموری که سبب شد اینها خشم و غیظشون نسبت به حضرت بیشتر بشود، حسادتی که داشتن، دوری مردم رو میخواستن از اهل بیت عصمت و طهارت، لذا مجبور بودن که حضرت رو و حضرات امامان معصوم بعد از امام حسین جعفر رو در زندان و در تبعید به دور از مردم نگه دارن. اینها رو ما در زندگی مخصوصا امام کاظم علیه السلام و بعد از حضرت امامان معصوم ما میتونیم به عیان مشاهده کنیم. یک مسئله مهمی هم که در زمان امامت امام موسی بن جعفر علیه السلام برای ما روشن بود این مسئله این که این فکر جاهلی که در خلفای جور بود حضرت مقابله نمودند و اون مسئله ثابت نمودن این که اهل بیت عصمت و طهارت امامان این 12 وصی 11 وصی حالا جد منهای امیرالمومنین علیه السلام 11 وصی و امام بعد از امیرالمومنین اینها فرزندان رسول خدا هستند، این نسبت باید برای مردم ثابت بشه و مردم قبول کنن این نسبت رو. خب نمونه های از این مسئله رو ما خواندیم و ارائه کردیم. حسنتم خیلی ممنون و متشکرم. ما هنوز 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، 3-4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. بله. مصیبت های آقای امام کاظم علیه السلام بسیار هست و حقیقتا دل انسان رو به درد میاره. اگر صلاح بدونید امشب توسلی داشته باشیم به این امام خدا امام و دلهامون رو بفرستیم خدمت آقای امام کاظم علیه السلام به کاظمین، اونجایی که الان بسیاری از شیعیان گرداگرده. بله. ذریح مطهر حضرت خوش به سعادتش، خوش به سعادتشون با پای پیاده همانند زیارت اربعین عده زیادی مشرف شدن. خدا انشالله به عمر اینها برکت بده، انشالله به سلامتی برگردن به شهرهای خودشان. از کمال اون ظلم و ستمی که نسبت به آقا امام موسی بن جعفر علیه السلام خلفای جور داشتن همین اندازه بس که آقا موسی بن جعفر علیه السلام از زندانی به زندان دیگر منتقل می شدن، زندانبانی بدتر از زندانبان دیگر و قبلی، کسانی که هیچ رحمی و عطوفتی در دل نداشتن، آن هم نسبت به فرزند رسول خدا، نسبت به نسل رسول خدا. مگر موسی بن جعفر با اینها چی کار کرده بود که چقدر سخت گرفتن بر حضرت، چقدر تن گرفتن و مشکل شد بر حضرت که حضرت در یکی از این زندانها و یکی از ایام به خدا عرضه می دارد اللهم یا مخلص اللبن من بین فرف و دم و یا مخلص الولد من بین مشیمت و رحم و یا مخلص النار من الحديد و الحجر و یا مخلص الروح الروح من بین الاحشاء و الامعاء خلصنی من یدی هارون. ای خدایی که ریشه های درخت رو از بین شن و گل رهان کردی، خدایا تا تتمه دعای حضرت خدایا مرا از دست هارون و زندان هارون نجات بده. مگر چه شد بر موسی بن جعفر علیه السلام؟ همین اندازه بس که در زیارت حضرت هست السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المطامیر ذی الساق المربوط بحلق القیود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. سلام بر آن آقایی که در سیاه شاله ها و زندان های تاریک افکندنش، سلام بر آن آقایی که پای حضرت را بر اثر غل و زنجیر و جامعه کوبیده شد، سلام بر آن آقایی که بر جنازه حضرت ندایی بلند بود
يقول هذا امام الرفض فاعرفوه ان امام امام الرافضي هاس بشناسي دي مردم ارزم تمام يا موسى بن جعفر آقا جان شما را در سیاه شال و زندان افکندن با غل و زنجیر بستند اما دیگر آقا جان شما امهای خودتان را دختران رسول خدا را در بین غل و زنجیر و مجلس اغیار ندیدین چه حالی داشت جد شما زین العابدین در مجلس اغیار و دشمنان خصوصا در شام که فرمودن فیا لیت امی لم تلدنی ولم یکن یزید و یرانی فی البلاد اسیره الا لعنت الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون خیلی ممنون و متشکرم حجای مایدی بسیار بسیار فیض دادید و انشاءالله استفاده کردیم از مجلس نورانی امشب با ذکر نام آقای امام کاظم علیه السلام و ذکر مصائب این امام بزرگوار انشاءالله که به حق محمد و آل محمد و به حق مظلومیت آقای امام کاظم علیه السلام خدای عزوجل تأجیل در فرج فرزند برومند آقای امام کاظم علیه السلام آقا بقیت الله العظم قرار بدن و چشمان گناهکار ما به جمال بیمثال حضرت شوشن بشه و به دستان مبارک حضرت ببینیم چگونه از قاسبان حق اهل بیت اصل و طهارت انتقام میگیرن. خیلی ممنونم از شما جای مادی بسیار استفاده کردیم. بینندگان عزیز و ارجمند، سران گرامی و عزیزان همراه شبکه امام حسین علیه السلام عظم الله اجورنا و اجورکم باستشهاد الامام الکاظم علیه السلام، هر کجا هستید پیروز و سربلند باشید. التماس دعا و یا علی. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبون مرغ دلم بسون هر میزنه شبونه هر میزنه شبونه مولای من حسین جان آقای من حسین